سلام علیکم برادر، خواستم بگویم که ما ماشین ما فروختم برادر، میخوام پول رو در بانک گفتم بگذار، اما کم اما گفتم که اوبال هست یکی نه در بانک گذاشتم پول رو جایی دست یا نه، مثلا که من مثال بدون که پولم رو مثال صرف نکنم. خب سوال ایشان راجع به گذاشتن پول و سرمایه گذاری در بانک هست. حالا پولی به دستشان آمده، ماشین را فروختن و پول را میخوان در بانک سرمایه گذاری کنن. از لحاظ احکام اسلامی سرمایه گذاری و سودی که از این راه به دست میاد حکمش چیست؟ خدمتتان عرض کنم که اگر شخصی ای برادر ما به اصطلاح اهل سنت هم هست، بله، و ایشان از نظر فقه حنفی که شخصی پول بده به بانک قرض و بهره بگیره، سود بگیره یا بون نزول که بگیره، قطعا جایز نیست. درست. و نمیتونه این کار انجام بده که پول بگذاره و از اون چی بگیره سود، حالا هر درصدی کمتر باشه یا بیشتر باشه. ولی یک نکته دیگر میتونه این کار انجام بده که مثلا پول ده بانک بگذاره و بانک از این پول ده عقود اسلامی، بله، مثل مضاربه و تجارت که مضاربه بهش میگن، در او زمینه اگر بانک پول مصرف کنه و از این طریق یک سودی به دست بیاره، حالا دایی میتونن با هم دیگر چیکار کنن، شرکت داشته باشن، حالا او رو تقسیم کنن که چقدر سهم ازی باشه یا چقدر سهم ازی. ولی با توجه به کشور تاجیکستان، بله، بعید به نظر میرسه که بانک هایش بانک های اسلامی باشه و عقود اسلامی مثل مضاربه در این بانک ها چی شوه؟ مراعات شوه. لذا فقه حنفی را اجازه نمیده. فقه مثل اسلام این قضیه قرض دادن که قرض بده و سود بگیره اجازه نمیده و یمو رباست و ربا حرام. چقدر خوبه که پول خود در یک کار تولیدی مثلا بگذارن که از اون طریق بتوانن یک سود حلالی را کسب کنن. شرطی ترک گناه هست و مخالفت و نافرمانی پروردگار عالم. انسانی که هم دعا می کند و هم می طلبد از خداوند حاجتی را و در عین زمان مشغول مخالفت و ترک اوامر اوست و معصیت کردن و ارتکاب معاصی و نواهی خداوند، این در حقیقت بیانگری آن است که خود این شخص باور ندارد به اون چرا که به خدا مطرح می کند و از او می طلبد، و یا اگر به تعبیر دیگر ما بیان بکنیم، در عرف ما انسان ها همین گونه است که شما اگر کاری را یا حاجتی را از کسی می طلبید و در عین حال در همان زمان هم مشغولی مخالفتی با او هستید و در نقطه مقابل او قرار دارید، عقل هیچ انسانی نمیپذیرد چنین تقاضا و درخواستی را که انسان از فردی به اندازه خود و برابر خود چنین رفتاری را داشته باشد که هم به او مخالفت و دشمنی، چون گناه دشمنی با خداوند است، دشمنی داشته باشد و مخالفت و سری ستیز با او داشته باشد و راهنمایی های او را در زندگی نپذیرد، و از طرف دیگر حتی با سماجت هم از او بخواهد که این خواسته ای مرا برآورده کن. مادری که بسیار بسیار نسبت به فرزندش دلسوز است، ما اگر توجه داشته باشیم مادری به فرزند خود بگوید این کار رو بکن و اون نکند و انجام ندهد، خواسته های فرزندش را برآورده نمی کند تا زمانی که او از اون لجاجت و دشمنی و مخالفت دست بردارد. ما در این زمینه در دعای شریف کمیل یک جمله بسیار بسیار مشهوری داریم که می فرماید پروردگارا اون گناهانی را از من سلب کن یا مرا توفیق ندی که گناهان را حبس می کند دعا را. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعا.